سلام، این جلسه میخوایم کمی در مورد جنبه های عملیاتی کار صحبت بکنیم، کارهایی که در واقع در تیم تحلیل باید اجرا بشن و انجام بشن، نقش هایی که توی این مرحله باید ایفای نقش بکنن. میخوایم بیشتر در مورد تحلیل در این جلسه با همدیگه صحبت بکنیم. خود مرحله در واقع تحلیل رو که تو کشف فرایند، حالا تحلیل کمی و کیفی رو بعدا صحبت میکنیم، اون تحلیل کارهای تحلیلی که باید در فاز کشف فرایند اجرا بشن توسط سه دسته نقش تحلیلگر فرایند، تحلیلگر کسب و کار و تحلیلگر داده، خود این کاره رو اگر بخوایم یک جوری شبیه یک فرایند در نظر بگیریم، مراحلش رو توی این اسلاید من آوردم و میبینید این مراحل معمولا توسط دو جنس نیروی انسانی در واقع اجرا میشه. یک جنس افرادی هستن که بیشتر دید کسب و کاری به قضیه دارن، یک جنس افرادی هستن که بیشتر دید فنی و آیتی بیس به سیستم و مسئله دارن. در واقع رسالت بی پی ام و هدفش، یکی از اهدافش اینه که این دو دیدگاه بیزینس ویو و آی تی ویو رو به همدیگه نزدیک بکنه و این دو جنس افراد رو حول یک میز کنار همدیگه بنشونه و از نظرات همشون برای ایجاد یک سیستم و سامانه استفاده بکنه. فاز اول رو، در واقع مرحله اول رو نگاه بکنید که یک نیاز اولیه توسط حالا مالک کسب و کار، یک مدیر یک واحد کسب و کاری یا چیز شبیه این کارشناسای اصلی در واقع یونیت بیزینس هامون اعلام میشه، یک نیاز اولیه و کاملا خام اعلام میشه. اینجا بیشتر تحلیلگرای کسب و کار ایفای نقش میکنند و باید این نیاز خام رو بگیرند، وارد فاز شناسای فرایندها بشن که جلسات قبلی در مورد صحبت کردیم، شمارش فرایندها، پروسس پورتفولیو و اولویت بندی ها رو انجام بدن، مدل فرایند، معماری فرایند رو به دست بیارن و زنجیره ارزش رو احصا بکنن و مرحله بعدی که تو همون کشف فرایندها هست، مدل وضع موجودی از این پروسس ها توسط تحلیلگر فرایند باید به دست بیاد. اینجاست که تحلیل کمی و کیفی و اون جنبه هایی که اگه یادتون باشه جلسه قبلی در مورد صحبت کردیم اهمیت پیدا میکنه و تحلیلگر فرایند باید کاملا از چارت سازمانی، دیتا ها، عرشبت خدمت شما، تکنولوژی، بیزینس رول ها، کاملا اینها رو احساب بکنه و مستند بکنه و تحلیل کمی و کیفی هم انجام بده و به وضع مطلوب یا توبی پروسس ها برسه. توبی پروسس هم مسلماً اولین پیشنهاد شما توسط سازمان قابل قبول نیست و مدام باید جلسه برگزار بشه، نقطه نظرات گرفته بشه و این توبی پروسس ها چندین بار ریویو بشن و شما به یک مدل مطلوب قابل قبول هم از نظر سیستمی و هم از نظر کسب و کاری برسید. از این به بعد کمی رنگ فنی قضیه در واقع بیشتر میشه و تحلیلگرهای دیتا وارد میدون میشن. ابتداعاً مدل بی پی ام که به دست اومده باید به یک مدل قابل اجرا یا اگزیکیوتیبل برسه. محصول پایه رو باید تحلیلگر فرایند و تحلیلگر دیتا کاملا بشناسن. اون بی پی ام اسی که قراره سامانه و فرایندها با اون پیاده بشن، با توجه به محدودیت های اون بی پی ام اس، با توجه به اون شرایط بی پی ام اس، مدل بی پی ام ان رو دقیق تر میکنن و برای در واقع آرتیفکت هایی که توی فرایند وجود داره، اون موجودیت های اصلی که در مورد صحبت کردیم، دیتا مدل باید استخراج بشه، معماری فرایند، معماری در واقع بانک اطلاعاتی باید کاملا استخراج بشه و گردش فرم ها یا همون در واقع انتیتی هایی که توی دیتابیس داریم در فرایند باید مدل بشه که اصطلاحا هم از طریق پیج فلو ها قابل مدل کردن هست و ماتریس هایی مثل کراد ماتریس هم اینجا کاربرد خودشون رو نشون میده.
هر کدوم از این کلیدواژه‌هایی که من دارم به کار میبرم خودشون واقعا یک دوره مجزایی میطلبن و من فقط دارم اینجا تیترها و عناوین رو میگم که دوستان خودشون سرچ بکنن، مطالعه بیشتری بکنن. مهم اینه که در فازهای تحلیل همه این کارها و مراحل باید انجام بشه و بدون اجرای حتی یک مرحله از این مواردی که اینجا آوردم تحلیل ما تحلیل ناقصی خواهد بود. و به عنوان آخرین مرحله از تحلیل که دیگه انتهای این ما وارد فاز اجرا میشیم، طراحی UX کار هست که حالا خروجیش میتونه پروتوتایپ سرد یا پروتوتایپ گرم باشه. پروتوتایپ سرد شما به عنوان مثال یک مستند میدید و تصاویری از اون فرم ها رو توی مستند پروتوتایپتون میارید، اما پروتوتایپ گرم که چند سالی هست خیلی اجرایی شده و خیلی هم کاربرد داره، استفاده از نرم افزارهایی مثل فتوشاپ و فیگما اینها هست که در واقع اند یوزر با UX کار به صورت گرم کار میکنه. سیستمی وجود نداره، دیتابیسی هنوز پیاده سازی نشده، اما اند یوزر میتونه با المانهایی که قراره بهش نشون داده بشه کار بکنه و از نظر UI UX بتونیم سیستم خوش تعریفی رو به اند یوزر تحویل بدیم. بنابراین همه این مراحل در فاز تحلیل لازم هست. یه جمع‌بندی بکنیم. این جمع‌بندی هم در واقع از دید بیزینس ویو هست، یعنی در فاز تحلیل ما برای افراد بیزینسی این مدل ها در واقع استخراج میشه. اولیش همونطور که یادتون هست همون معماری کلی فرایندی ما بود که چارچوب راملر و چارچوب آریس که یک نمونهش جلسات قبلی در مورد صحبت کردیم اینجا کاربرد دارن، که خروجیش همون معماری فرایند هست. زنجیره ارزش value chain رو شما برای این دست از افراد ارائه میدید که دید بیزینسی دارن، مدل مرجع ها رو که بررسی میکنید و بر اساس اون فرایند ها رو استاندارد میکنید بازم برای همین افراد بیزینس دارای بیزینس ویو به کار میره. شناسایی فرایند ها یا همون پروسس پورتفولیو و اولویت بندی در همین حوزه هست و مدل سازی BPMN وضع موجود و وضع مطلوب عزیز پروسس ها و توی پروسس ها هم برای همین دست افراد کاربرد داره. وقتی که در واقع بیزینس ویو ها رو مدل ها و نمودار هایی که برای افراد بیزینس ویو ارائه دادیم، یک نمونهش که من اینجا تیترش رو آوردم نمودار سایپاک هست که حالا یک نمونهش رو اینجا میتونید ببینید. شما نمودار سایپاک در واقع سوپلایر ها، اینپوت ها، پروسس ها، آوتپوت ها و مشتریان در یک نمودار اصطلاحاً سایپا کنار هم دیگه قرار میگیرن و باعث میشه که تحلیلگر کسب و کار دید بهتری به موضوع داشته باشه، مالک فرایند، مشتری فرایند بدون قراره چه خروجی به دستش برسه و یک نمودار شسته رفته برای داشتن یک دیدگاه بالا از فرایند رو در اختیار ذینفعان مختلف قرار میده. خب یکی از چیزهایی که در تحلیل فرایند خروجی های در واقع فاز تحلیل فرایند به دست میاد، یکی از موضوعات مهم شناسنامه فرایند هست که در واقع توصیف تحلیلی هست و مدل و نمودار نیست. شما یک جدولی رو آماده میکنید که توش عنوان فرایند هست، چه صورت جلساتی وجود داره، چه آیین‌نامه هایی وجود داره که پشتیبانی اون فرایند رو میکنن، در واقع همون تاییدیه فرایند رو توش میارید، سوابق ویرایش این شناسنامه فرایند رو داخلش میارید، شرح کلی مراحل اصلیش، لیست ورودی ها و خروجی ها رو داخلش میارید و حالا سایر اطلاعاتی که مربوط به فرایند هست و ایده های بهبود و KPI ها رو هم در این شناسنامه فرایند شما پیشنهاد میدید. بازم یه فیدبک میدم به عقب که بدونیم کجای کار هستیم. ما الان در فاز کشف فرایندیم، معماری کاملا مشخص شده، هر فرایند رو الان ما نشستیم میخواییم شناسنامه هر فرایند رو به دست بیاریم و هنوز هم به مدل مطلوب
نرسیدیم. وضع موجود رو وقتی که داریم احصا میکنیم، شما باید یک سری ایده اصلاح برای وضع موجود ارائه بدید و KPI ها هم که قبلا بهشون اشاره کردیم و اهمیتشون رو درک کردیم. این یک مثالی از شناسنامی فرایند هست. حالا به عنوان مثال جذب و استخدام که دارید میبینید، تاییدی فرایند یه همچین جدولی باید تهیه بشه که کی تهیه کرده، کنترل کرده، چه کسی تصویب کرده و چه کسی ابلاغ کرده. سوابق ویرایش رو دارید میبینید توی اسلاید ها و در نهایت توضیحات کلی، هدف، مالک، نام فرایند. اگر کدینگ خاصی دارید میتونید اینجا استفاده بکنید. محرک فرایند یعنی زمان بندی. این فرایند هر 6 ماه یک بار تکرار میشه، هر روز تکرار میشه، هر سال تکرار میشه، باید مشخص باشه. یک توضیح کلی از مراحل اصلیش، ورودی ها، خروجی ها، فرایند در واقع برآورد تعداد اجرای فرایند ها باید مشخص بشه و در نهایت هم ایده های بهبود و KPI ها هم که بهشون اشاره کردیم. اینجا میخوام یه بار دیگه اهمیت KPI ها رو اشاره بکنم. یک جمله معروفی وجود داره که میگه اون چیزی رو که نتونی در واقع اندازه‌گیری بکنی، نمیتونی مدیریتش بکنی. این KPI در واقع KPI ها هم برای ایجاد امکان اندازه‌گیری عملکرد فرایندها اومدن که شما موقعی که دارید وضع موجود فرایند رو میگید، باید چندین KPI برای در واقع سنجش عملکرد اون فرایند پیشنهاد بدید. حالا میتونه معیارهای مختلفی، زمان، کیفیت، هزینه، اینها داشته باشه، اما شما در همین فاز در واقع تشکیل شناسنامه فرایند باید نحوه اندازه‌گیری این KPI، دوره پایشش، واحدی که اون KPI درگیرش هست و آستانه قابل قبولش رو مشخص بکنید. طوری نباید باشه که همین KPI هم نحوه اندازه‌گیریش نامشخص باشه. KPI اومده که به ما کمک بکنه سلامت فرایند رو اندازه‌گیری بکنم. خود این KPI فرمول نامشخصی نباید داشته باشه و کاملا باید معلوم باشه که چه جوری قراره اندازه‌گیری بشه. در واقع IT View هم یک جمع‌بندی از مدل‌های ممکن ببینیم. مدل سازی دیتابیس، نمودارهای ERD که بهشون اشاره کردیم، ماتریس کراد رو گفتیم. یک توضیح اجمالی هم در مورد ماتریس کراد بدم. شما در فرایند یک فرم اصلی دارید که شما فرایندتون بر اساس اون فرم اصلی داره جلو میره، که اگه یادتونم باشه گفتم هر موقعی که این موجودیت اصلی تفاوت میکنه، بهتر فرایند رو بشکنیم و به فرایندهای بیشتری در واقع تجزیهش بکنیم. ماتریس کراد مشخص میکنه که در هر مرحله از فرایند چه اقدامی روی این فرم اصلی یا این موجودیت اصلی قراره انجام بشه. داده یا ایجاد میشه، کرییت میشه که اون سی مخفف کرییت هست، یا خونده میشه، یعنی یک نقشی از فرایند فقط دسترسی رید داره در این مرحله از فرایند، یا آپدیت میشه یا دیلیت میشه. این رو دقیقا شما در قالب ماتریس کراد کاملا مشخص میکنید. حالا نرم افزارهایی مثل ویژوال پارادایم هم کاملا این رو ساپورت میکنند و کمکمون میکنن که وقتی داریم BPMN میکشیم، بتونیم برای اون BPMN مون هم چیزی شبیه این ماتریس کراد رو در واقع طراحی کنیم و مدل بکنیم. بعدش اسناد پروتوتایپ به دست میاد. حالا سرد و گرمش رو بهش اشاره کردم و از ابزارهایی هم مثل فیگما میتونیم استفاده بکنیم برای به دست آوردن پروتوتایپ های گرم. خب اینجا یه نمونه مدل در واقع ERD داریم میبینیم، یک نمودار ERD که برای یک پروژه تستی در واقع به دست اومده. اینجا واقعا یک دوره مجزا بحث معماری دیتابیس، طراحی دیتابیس لازم داره، اما خودتون میتونید سرچ بکنید، محتواهای خوبی هم توی اینترنت هست، میتونید ببینید که ERD کشیدن چه ابزار در واقع چه قوانین و قواعدی داره و ابزارهای مثل ویژوال پارادایم هم کاملا ساپورت میکنند.
یکی دیگه از اون در واقع مدل ها و نمودارهایی که برای آیتی من ها استفاده میشه، ماتریس کرات بهش اشاره کردیم. توی این اسلاید یه نمونهش رو داریم میبینیم که محور در واقع افقی اون بخش بالای نمودار مراحل فرایند هامون چیده شدن و سمت چپ کاملا استپ ها و جایگاه ها و افرادی که قرار اون استپ ها رو اجرا بکنن در سمت چپ قرار داده میشن و مشخص میشه با حالا حروف C, R, U و D کاملا مشخص میشه که هر نقشی در هر مرحله از فرایند به دیتا چه دسترسی داره. این مفهوم ماتریس کرات هستش. و در نهایت هم میخوام اینجا در واقع اهمیت تهیه مدل داده یا همون دیتا مدل رو با هم دیگه ببینیم. ببینید یک بیزینس مدل وجود داره، اون شناسنامه فرایند، معماری فرایند، اینها رو اصطلاحا همونجوری که اشاره کردیم به درد افراد بیزینسی میخورن. یک بیزینس مدل اگر در نظر بگیریم، زیر مجموعه این بیزینس مدل یک سری پروسس مدل وجود داره، یک سری دیتا مدل. پروسس مدل ها رو شما با همون بی پی ام ان ها که حالا توی اسلاید هم دارید میبینید دیگه کاملا شکسته میشن و به پروتوتایپ ها میرسن که نمودارهای بی پی ام ان اینجا در واقع به عنوان خروجی در نظر گرفته میشه. سمت راست شما یه دیتا مدل دارید، توی این دیتا مدل باید تیبل ها، ویو ها، حتی استور پروسیجر ها و تمام ساختار در واقع بانک اطلاعاتیتون رو باید مدل بکنید به نحوی که کاملا مطابق با اون پروسس مدلتون باشه و این پروسس مدل و اون دیتا مدل باید نیازهای اون بیزینس مدل رو در واقع کاملا پوشش بدن. ممنونم که این جلسه هم همراه ما بودید.